بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأرز عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمن تغلوا وأين ارتحلوا ونزلوا. این بخش از ارشادات امیرالمؤمنین سلام الله علیه مربوط می شود به تاریخ. مسئله تاریخ از مسائل مهمی است که بایستی مورد توجه یک انسان خردمند و عاقل قرار بگیرد. ممکن است برخی ها تصور کنند حالا چه سودی دارد ما احوال گذشتگان رو ببینیم، امور مربوط به گذشته و رویدادهایی که در زمان سابق اتفاق افتاده چه تأثیری به حال ما دارد و چه نقشی امروز در زندگی ما ایفا میکنه. قرآن مجید با صراحت این معنا رو بیان می کند. قرآن یک کتابی است که احکام درش هست اما تاریخ هم درش هست. قرآن احسن القصص ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه رو بیان کرده. احوالات بعضی از انبیا مثل ابراهیم و موسی و عیسی و یونس و ایوب و شعیب و هود و صالح و نوح و لوط ماجرای این انبیا رو بیان کرده. می‌فرماید قصه های گذشتگان مایه عبرت برای انسان. حالا با توضیحاتی که در این فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست بیشتر روشن می شود که علم تاریخ و دانستن تاریخ فواید بسیار خوبی تو زندگی انسان داره. اولا تاریخ علم و علم برای انسان یک کمال. اسلام هم به صورت عام فرموده است که علم کماله، مگر اون علمی که شخص در راستای آسیب رسوندن به مردم اون علم رو به کار بگیره، ولی علم کماله. خداوند متعال می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آگاهان با ناآگاهان یکسانن، اونایی که میدانن و اونایی که نمیدانن.
یا یرفع الله الذین آمنوا والذین منهم والذین اوتوا العلم درجات. آیاتی که راجع به علم هست در قرآن مجید کم نیست. در روایات هم که فراون ما راجع به علم و آگاهی از معصومین علیهم صلوات الله روایات بسیار خوبی به ما رسیده. پس تاریخ یک علمه قبل از هر چیز. نکته دیگری که در تاریخ وجود داره و ایجاب میکند که انسان به تاریخ مراجعه کند، امر خداست تو قرآن مجید. ملاحظه بفرمایید آیه کریمه رو، خدای متعال بفرماید قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. سیر در زمین بکنید، امر میکند خدای متعال به اینکه سیر بکنید در زمین و عاقبت گذشتگان رو ببینید. فانظروا، نگاه کنید ببینید گذشتگان کجا رفتن، چی شدن. و فایده سوم تاریخ، جدای از اینکه خدای متعال امر کرده است که ما به تاریخ مراجعه کنیم، عبرته. یعنی عبور از یک رویدادی که انسان در تاریخ میبینه و مشاهده میکنه به خودش برسه، بگوید که من هم اگر احوال گذشتگان رو میبینم، میبینم افرادی بودن اینها به خوبی عمل کردن و آثار خیر اونها باقی است، درس بگیرم. و اگر ظالم بودن، ستمگر بودن، متجاوز بودن، خلاف کردن، عبرت بگیرم، خودم چنین نکنم. بنابراین رجوع به تاریخ یک امری است که لازمه، جدای از این که خود تاریخ و دانستن تاریخ برای انسان شگفت‌آوره، انسان رو بهش نشاط میده وقتی تاریخ رو میخونه، خصوصا اگر شیرین باشه و امور تعجب‌آور و شگفت‌آور در تاریخ باشه، انسان رو نشاط میده. لذا مراجعه به سرنوشت گذشتگان یکی از اموری است که مورد توجه بوده و در این وصیت نامه و در این رساله آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن مجتبی سلام الله علیه امر میکنه، میفرماد و عرض، عرضه کن علیه، یعنی بر خودت، بر قلبت، اخبار الماضی، اخبار گذشتگان رو بر خودت عرضه کن. بعد میفرماید، بعد از آنی که میفرماید اخبار رو عرضه کن، بعد میفرماید ونظر فی ما اصاب من قبلک من الاولین. ببین به سر گذشته ها چه آمده، زندگی رو چطور گذرانده، مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته، معذب به عذاب الهی شده. اینا باعث همینطور که عرض کردیم عبرته. بعد می‌فرماید و سر فی دیارهم و آثارهم. خیلی جالبه، می‌فرماید سیر بکن، هم مناطق اونها رو ببین، هم آثار اونها رو ببین. انسان آثار رو که می‌بینه، دنیا عجیبه واقعا. اگر تاریخ حائز اهمیت نبود، قرآن مجید یه بخشی از این کتاب الهی که کتاب نور، کتاب هدایت، کتاب زندگی است، واقعا رساله خوشبختی است قرآن، این همه قصه توش نبود. حضرت داوود سلام الله علیه، داوود صاحب زبوره، زبور کتاب دعا بوده، زبور کتاب دعاست و گاهی از ادعیه زبور داوود سلام الله علیه
تو روایات ما هم آمده. و وقتی داوود با اون صدای زیبا و لحن خوب شروع میکرد این دعاها رو خوندن، طیور جمع میشدن، طیور جمع میشد، گویا پرندگان حتی جمادات نباتات با داوود سلام الله علیه همراه میشدن در خوندن خدا، در گفتن اسم مبارک حضرت حق. این طور بوده حضرت داوود. اما خب یک زندگی خوبی داشت. خود ایشون و فرزندش سلیمان، سوره مبارکه نمل ملاحظه بفرمایید، میفرماید که و اوتینا من کل شیء، خدا همه چیزو به ما داده، آسمان و زمین و دریا و همه رو در اختیار سلیمان قرار داده بود خدای متعال، باد و همه امکاناتو داده بود، یعنی سلطنت بود. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا یه ملکی به من بده، یه قدرتی به من بده که بعد از من به احدی ندادی. واقعا هم داده نشد، واقعا هم داده نشد. امروز که بشر مجهز به سلاح اتمی هست، قدرت سلیمان رو نداشته. باد در اختیار حضرت سلیمان بوده، باد. الان ما در قرنی زندگی میکنیم که بشر مجهزه، هم آسمان ها رو فتح کرده با هواپیماهای مافوق صوت، هم زمین رو و هم دریا و زیر دریاها رو، الان زیر دریاهای اتمی که بشر در اختیار داره، خب اینا رو. اما معزالگ یه گردباد که تو قاره آمریکا میاد، شهر رو خالی میکنن، مردم فرار میکنن، فرار میکنن، توان مقاومت در برابر باد رو ندارن. قرآن میفرماید و سخرنا له الريح تجری به امره، ما باد رو مسخر سلیمان کردیم، به امر سلیمان باد حرکت میکرد. هیچ قدرتی که فوق قدرت بشری است. داوود سلام الله علیه یک روزی عبور میکرد از یه منطقه، خطاب شد به حضرت داوود که یکی از انبیای ما اینجاست، انبیا اینجاست، خوبه یه ملاقاتی با ایشون بکن. آمد کنار یک کوهی بود، غاری در دامنه اون کوه بود، آمد کنار اون کوه و آمد کنار اون غار، اجازه ملاقات گرفت. اون پیغمبر اجازه ملاقات نداد. خیلی عجیبه، خود حضرت داوود پیغمبر بوده اما او اجازه ملاقات نداد. حزقیل بود، حزقیل پیغمبر. خطاب شد به حزقیل که داوود بنده ماست، بنده ماست، عبد ماست، چرا اجازه نمیدی؟ اجازه بده. اجازه داد. داوود سلام الله علیه آمد، وارد شد بر حزقیل و دید ایشون یه زندگی جدای از مردم، یه زندگی بسیط، هیچی نیست، خودش است و خودش، به قول خودمون سنگ بالشتش و زمین رخت خوابش و گیاهان بیابان خوراکش و ماه چراغ شبش. بعضی این طوری بوده. حزقیل سلام الله علیه به ایشون گفت شما داوود هستی؟ گفت بله. صاحب اون زندگی مرفه خوب؟ بله. داوود به ایشون گفت خب شما هم که این زندگیته، چرا اینطور زندگی میکنی؟
گفت بگذار قیامت که هر دو از صراط گذشتیم و به بهشت وارد شدیم، اون وقت میگن هر که از پل بگذرد خندان بود، و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها و نظر الظالمین فیها جسیا. همه بایستی از مسیر آتش عبور بکنه. ان منکم الا واردها، این حکم خداست، این امر حتمی است. کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا، متقین نجات پیدا، دیگران میمونن همونجا. داوود سلام الله علیه به ایشون گفت که این عرض میکنم که از تاریخ بایستی عبرت گرفت، گفت شما اینجا زندگی میکنی با مردم حشر و نشری نداری، چشمت خیلی چیزا رو نمیبینه که دلت بخواد، بالاخره هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. چشم میبینه دل میخواد. شما که اینجا چشم چیزی رو نمیبینه، انسانی که با مردم محشور نیست نمیبینه، تو جامعه نیست، تو بازار که میاد پشت شیشه ها پشت جواینه ها میبینه زرد و برق ها رو، دلش میخواد. آیا میل به دنیا هم در شما پیدا میشه؟ آیا فکر گناه هم میکنی؟ گفت نه فکر گناه هم نمیکنم، فکر گناه هم نمیکنم، تا چه رسد به خود گناه. گفت آیا میل و رغبت به دنیا از خوردنی ها، نوشیدنی ها، دیدنی ها در شما پیدا میشه؟ گفت بله. گفت چی کار میکن؟ گفت با من بیا. داوود همراه حزقیل حرکت کرد، از کوه به زیر آمدن، اومدن توی منطقه مسطحی، دیدی جا قبرستانه، آوردش ایشونو کنار یه قبری، دید یک لوحی روی اون قبر نوشته شده، قبر روش لوحی نوشته شده. گفت من هر وقت میل به دنیا و رغبت به دنیا پیدا میکنم میام اینجا، این قبر رو میبینم، میگم تو دیگه بالاتر از این که نمیشی که، این سرنوشتش ببین چیه. نگاه کردید روی قبر نوشته شده داوود، من فلان شخص هستم، پسر فلانی، هزار سال حکومت کردم، هزار سال حکومت کردم، چه زندگی داشتم، چه تجملاتی تو زندگی من بود، چقدر خدم، حشم، زنها در خدمت من بوده، این الان جمجمه منه که پوسیده شده و جام تو قبرستانه. به داوود گفت هر وقت من فکر میکنم راجع به دنیا، میل به دنیا در من پیدا میشه، میام اینجا رو میبینم. سرفی دیارهم و آثارهم، امیرالمومنین میفرمود سیر در دیار اینها بکن، آثارشون رو ببین، که انک سرت که احدهم، تو مثل یکی از اینا هستی، تو تفاوتی با اینا نداری. این نتیجه تاریخه. اینا عبرت نیست؟ انسان عبرت میگیره. سرفی دیارهم و آثارهم،
سیر در دیار گذشتگان بکن، آثار گذشتگان رو حسن جان ببین و سه تا نکته رو مورد توجه قرار بده. سه تا نکته رو. نکته اول، فنظر فی ما فعلو، ببین گذشته ها چی کار کرده، کارشون رو ارزیابی کن، کارهای اونا رو ارزیابی کن، کار خوب کردن و کار بد. کار خوب کردن به اونا اقتدا کن، کار بد کردن عبرت بگیر. این یک. فنظر فی ما فعلو، نگاه کن در اعمال اونها و کارهای اونها. دو، و امن تقلو، ببین از کجا رفتن، اینا هم تو دنیا بودن رفتن. امن تقلو، از کجا منتقل شد؟ از اوج عزت رفتن تو دل خاک. امن تقلو، از این دنیا، از این چیزایی که ما اینا را ارزش به حساب میاریم، انتقلو، از اینا جدا شدن. و فی ما حلو و عین حلو و نزلو. سه، نگاه کن ببین اینا عاقبتشون چی شد، به کجا عاقبتشون ختم شد. این ستا باعث میشه انسان به خودش بیاد یه مقدار، از معنویت اینطور جدا نشه و منقمر بشه، غرق بشه تو مادیات، که متاسفانه امروز مکاتب غربی همین اومانیسمی که میگن، اومانیسم یعنی اصالت و لذت. آقا تا تو دنیای لذت ببر. یه عده ما الان اینطوری شدیم، یا عبادت البطن شدیم یا عبادت الفرج، اینطوری، یا بنده مالیم یا بنده شکمیم یا بنده غریزه‌ایم. و این است که این زندگی میشه یه زندگی زبون، یه زندگی خار. قرآن میفرماید من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، هر کسی از خدا جدا شد، نتیجه جدایی از خدا معیشت ضنک. معیشت ضنک معناش نیست پول نداشته باشه انسان. میگه کسی پول داره اما وقتی میشینی پای سفره دلشو باز میکنه برات، زندگیشو تشریح میکنه، میگه خوشا به حال خودم، خوشا به حال خودم، میگه گرفتارتر از شماست. این نتیجه بریدن از خداست، بریدن از معنا.